درود بر جناب علی. دکتر میرفتوس عزیز، بنده میبودی ام. قربان شما، خوشحال شدم. تشکر. حال شما خوبه دکتر میرفتوس؟ خیلی متشکرم. قربان شما. صدا چطوره آقای مهندس؟ صدا عالی، صدا همه چیز خوبه جناب دکتر میرفتوس و الان صدای شما داره پخش میشه، هم دارن میشنون. حضورت که از کنم، اگه به خاطرتون باشه هفته گذشته رسیدیم به نشریه سهند که در تبریز منتشر میشد و دوره که شما سردبیریش رو به عهده داشتید در آذربایجان و تو نویسنده هایی که اغلب هم مخالف دستگاه و مخالف حکومت بودن، اما کارشون رو میکردن، کتاباشون رو در میادن، اجتماعات خودشون رو داشتن. الان داشتم میگفتم هر جا میرفتید بودن، کافه نادری، کافه ریویرا، قوام سلطنه، چاتانوگا، ورسای، هتل ورسای، نمیدونم کافه فیروز، بعد هتل مرمر، هتل مرمر که شبا تا پاسی از شب همه جمعشون جمع بود. خب میخواستم خاطراتون از اون دوره چی شد یک باره این همه غلیان، این همه خلاقیت پدید آمد در جامعه روشنفکری ایران؟ کتاب‌های هر روز منتشر میشد، تیراژ کتاب بالا رفت، شعرهای برجسته‌ای ظهور کردن، نویسندگان، رمان نویس‌ها، سینماگرها، دلیلش چی بود آقای دکتر میرفتوس؟ شما که مطالعه فرمودید. نه تنها مطالعه کردم، این دوره رو تجربه کردیم در واقع. همه ما، شما، بنده به دکتر نوری‌علای عزیز و این سکولاریزمی رو که دکتر نوری‌علای عزیز در آغاز برنامه شما بهش اشاره کردن، من فکر میکنم 90% مستقر بود در جامعه ایران و ضمن اینکه امنیت اجتماعی، رفاه اجتماعی و غیر و غیر. حقیقتش اینه که حالا ما هفته پیش این نکته که شما اشاره کردین، دوره که شما اشاره کردین، یکی از شگفت‌ترین دوره‌های ادبی ایران، فرهنگی ایران آقای میبودی عزیز، و باید روش واقعا کار کرد علی‌رغم همه کاستی‌های سیاسی که داشت. یکی از سوالاتی که اصلا مطرح میکنه یا این دوره پیش میاره، این تضاد رو، این سوال رو در واقع، این همه جوشش به خلاقیت فرهنگی و هنری در برابر انصداد سیاسی که بعضی از دوستای ما از جمله دکتر نوری‌علای عزیز بهش اشاره میکنن، بهش باور دارن، این تناقض رو چطور میشه حل کرد که این همه خلاقیت، انتشارات، ترجمه، نمیدونم هنر، سینما و غیره. ما در دو سه هفته پیش اشاره کردیم خیلی مختصر به شعر و ادبیات ایران در بعد از 28 مرداد و تحولاتی که شما الان اشاره کردید بعدم به وجود اومد در سالهای 40 و 57 تا سال 57. اول باید بدونیم آقای میبودی عزیز که حدود 80% شاعران و نویسندگان ایران در سالهای 1325 تا 1332 یا عضو حزب توده بودند یا سمپاتی حزب توده بودند و همین سیطره سیاسی ایدئولوژیک حزب توده در بعد از 28 مرداد هم ادامه پیدا کرد و باعث شد که تا بین روشنفکران و شاعران و نویسندگان ایران با رژیم شاه برای مدتی شکاف ایجاد بشه. بنابراین بعد از 28 مرداد نوعی ادبیات زوال، نوعی نهلیزم سیاسی در جامعه فرهنگی ایران حاکم بود که نمونهاش رو بنده در دو هفته پیش خدمتتون عرض کردم. نکته مهمی که در شعر و ادبیات و هنر بعد از 28 مرداد خیلی جالبه اینه که در آثار و اشعار این دوران نامی یا یادی از زنده یاد دکتر محمد مصدق نیست. خیلی جالبه. چرا؟ برای اینکه تا اون زمان دکتر محمد مصدق در باور
شاعران به روشن فکران حزب توده عامل امپریالیسم آمریکا به شمار می رفت. باوری که تا همین اواخر هم ما در افکار برخی از نویسندگان چپ می بینیم، ملاحظه می کنیم. مثلا در کتابی به نام دموکراسی ناقص تألیف آقایی به نام میم الف جاوید، ضمن اینکه دکتر مصدق رو عامل امپریالیسم آمریکا به مردی متوسط قلمداد کرده، در این کتاب نویسنده انتقاد میکنه که چرا چنین شخصیتی، یعنی دکتر محمد مصدق، به عنوان جانشین و وارث ستارخان به شیخ محمد خیابانی به مجاهدان مشروطه به ملت ما غالب شده است. دموکراسی ناقص، تألیف میم الف جاوید، صفحه 87. تنها در سال 45 من فکر میکنم 1345 که مثلا اخوان ثالث برای اولین بار میاد و در شعری خطاب به پیر احمد آبادی، یعنی مصدق، به نام و خاطره دکتر مصدق به نحوی اشاره میکنه. در همین شعر، همین شعر اخوان ثالث هم ملاحظه میکنیم که اخوان ثالث هنوز منتظر صبح زرنگار، صبح زرنگار یا منتظر اون سواریه که بیاد و به اصطلاح همه چیز رو سر سامون بده. اونجا میاد میگه که دیدی دلا که یار نیامد، گرد آمد و سوار نیامد. بگداخت شمع و سوخت سراپای، وان صبح زرنگار نیامد. سوزد دلم به رنج و شکیبتی ای باغبان، بهار نیامد. بشکفت بس شکوفه و پژمرد، اما گلی به بار نیامد. خشکی چشمه و دیگر آبی به جویبار نیامد. بعد میاد میگه دیری گذشت و چون تو دلیری در صف کارزار نیامد. و از سفله یاوران تو در جنگ، کاری به جز فرار نیامد. بهرحال این شمایی هست که به اصطلاح بعد از 28 مرداد ادبیات بعد از 28 مرداد دچارش خدمت عرض کنم برای اولین بار اخوان ثالث به این اشاره میکنه و غیره. همینجا عرض بکنم، یک انتقادی از خودم بکنم به اصطلاح، که این نهلیزم ویرانگر در نسل ما، یعنی در نسل بعد از 28 مرداد، در این نسل ما هم وجود داشت، تاثیر فراوانی داشت. آقای مهدی عزیز، مثلا خود بنده در شعرهام تا مدتی تحت تأثیر همین نهلیزم ویرانگر و یا در واقع شعر زوال بودن که خوشبختانه طولی نکشید و به تحقیق و مطالعات تاریخی کشیده شدم. شعر انکار؟ بله، میگم شعر انکار. بله بله، بعد از کتاب حلاج و اسلام شناسی و جنبش حروفی که همه اینا در سال 57 در قبل از انقلاب منتشر شدن، اون شعر معروف هم، شعر آخرین شعر هم به اصطلاح چند ماه قبل از انقلاب اسلامی، اونجا این انعکاسات این تحول رو، تحول فکری از شعر زوال به نوعی تفکر اندیشه رو، شعر اندیشه رو دارید میبینیم. اونجا که اشاره میکنم، هشدار میدن به طوفانی که از سهاری عربستان به نام انقلاب اسلامی میاد، میگم که نه مرگ است این که به هیئت قدیسان بر شط شاد باور مردم پارو کشیده است. نه،
این روزها یه پوزه یه تازی هاست، این روزها یه پوزه یه تازی هاست، کس فرشهای کتاب سوزان و شهرهای تهاجم و تاراج می آیند. بهرحال شعر بلندیست. نکته ای رو که در این بحث ما باید اشاره بکنیم به این تحول فرهنگی، خلاقیت های فرهنگی، جوشش عظیم فرهنگی، هنری و علمی که در اون زمان سال 40 تا 57 در ایران اتفاق افتاد، به این نکته باید اشاره بکنیم. اما باید توجه داشته باشیم که اساسا رشد و تعالی شعر و ادبیات یا فرهنگ و هنر رابطه تنگاتنگی با رشد و توسعه اجتماعی داره. کاملا درست. و همین موضوع رو، همین رشد و تعالی رو مثلا ما در زمان سامانیان در قرن 10 میلادی یا در زمان شاه عباس صفوی در قرن 16 میلادی ما شاهد بودیم، که من در کتاب تاریخ در ادبیات، کتاب تاریخ در ادبیات، به طور مفصل به این مسئله پرداختم. میخوام عرض بکنم که با اصلاحات ارضی و اجتماعی شاه در سالهای 40 تا 50 و رشد و گسترش اقتصاد و صنعت و مدارس عالی و دانشگاه ها و در نتیجه ایجاد یک طبقه تازهی به نام طبقه متوسط شهری. طبقه متوسط شهری های ایمه بودیم همیشه در همه کشورها عامل و حامل اندیشه های سکولاریزم، دموکراسی خواهی، تجدد، مدرنیزم ایوستنه بار مدرنیزم و ادبیات و مدرن و هنر بشر رودوش این طبقه متوسط. با رشد این طبقه متوسط در سالهای 40 و 50 به تدریج ادبیات و شعر و هنر ایران یک فضای تازه رو تنفس میکنه، یک فضای تازه میگیدم به اصطلاح، و اون به اصطلاح نهلیزم ویرانگر سیاسی ایدئولوژی که بعد از 28 مرداد جای خودش رو به نوعی تفاهم به سازندگی میده. در واقع بعد از 28 مرداد شاه، محمد رضا شاه، کوشید تا قهر و نقاری رو که با سقوط دولت مصدق ایجاد شده بود به آشتی یا تفاهم تبدیل بکنه. به همین جهتی که در سال 1339 خلیل ملکی، تئوریسین برجسته بزرگترین سازمان متشکل سیاسی هوادار دکتر محمد مصدق رو که سازمانش به نام نیروی سوم بود، خلیل ملکی رو شاه دعوت میکنه به دربار، به میگه که بیا با در مورد آینده سیاسی ایران با هم دیگه صحبت بکنیم. خلیل ملکی هم میره، معتقد بود، در آثارش هست، خلیل ملکی معتقد بود که رهبری واقع بین در هدف و ایدئولوژی نباید سازشکار باشه، اما در سیاست روز سازشکاری برای رسیدن به قسمتی از هدفهای اعلام شده نه تنها مجاز بلکه ضروری. با این دیدگاه، با این اعتقاد، خلیل ملکی دعوت شاه رو قبول میکنه و میره به دربار و در یک گفتگوی مفصل و صریح و بیپرده شاه به خلیل ملکی، به هر حال میگه نتیجه بحث اینه، شاه به خلیل ملکی میگه که برای من چه فرق میکند حالا که مردم الله یار صالح ها و سنجابی ها را میخواهند، من حرفی ندارم، من از آنها فقط دو اطمینان میخواهم: اولا وضع خودشان را رسماً نسبت به احترام به قانون اساسی اعلام کنند، که در واقع منظور شاه وفاداری به
نظام سلطنتی بوده. ثانیاً وضع خودشون رو نسبت به حزب توده مشخص بکنن. بعد خلیل ملکی میاد از گلوشها اضافه میکنه، میگه که البته مطلب سومی هم هست که اختلافی در اون نیست. شاه میگه البته مطلب سومی هم هست که اختلافی در اون نیست و آن رشد اقتصادی است، رشد اقتصادی که لازمه استقلال کشوره. شاه تأکید کرد در صورتی که این دو مطلب روشن شود برای من الله یار صالح ها از رهبران جبهه ملی بوده با دیگران فرقی نداره. در ادامه همین به اصطلاح تفاهم و آشتی و تعاونی که آقای مهبودی عزیز، من هفته پیش از دانشگاه تبریز صحبت کردم از نشریه سخند و یادم رفت این نکته رو اشاره بکنم که رئیس دانشگاه تبریز دکتر هوشنگ منتصری بود. دکتر هوشنگ منتصری خواهرزاده دکتر رضا رادمنش دبیر کل حزب توده ایران بود که فراری شده بودن به اتحاد جماهیر شوروی و غیره. آده این بود تحصیل کرده، استاد ریاضیات فرهیخته. شاه اینا آورد، اول رئیس بزرگترین دانشگاه های علمی ایران کرد، مثل دانشگاه آریامهر کنان شریف، دانشگاه آریامهر رئیس دانشگاه آریامهرش کرد، بعدم اومد رئیس دانشگاه تبریز شد. اون زمانی که ما سهند رو داشتیم برمی بودیم، میخوام این بعد همین هوشنگ منتصری کتاب زردهای سرخ رو در آورده، یادتون باشه اون دوره که دیگه کتاب بالینی همه ما شده بود، کتاب جیبی و زرد رنگی بود، زردهای سرخ درباره انقلاب چین بوده، ده ها بار شاید بگم این کتاب منتشر شده. میخوام این آشتی طلبی و نوعی تفاهم و تعاون رو در اون دوره بیاد بیارم که به اصطلاح چطور به اصطلاح راه رو باز کرد به اندیشه ها و خلاقیت های هنری و تأسیس مؤسسات هنری و ادبی و غیره. میخوام به اصطلاح اینو اشاره بکنم که خدمت عرض کنم گفتگوی من همیشه نگران این برنامه تابعات شما هستم. خب پس اجازه از بازداشت عبور کنیم، حق دارید، خیلی ممنون. خب همیارم میرویم برمیگردیم، گفتگو رو فهم میگیریم با آقای دکتر علی میرفتروس، مؤلف، محقق، پژوهشگر تاریخ معاصر، تاریخ نگار، یکی از معروف‌ترین کتاب‌های آقای میرفتروس آسیب شناسی است که 7 بار فکر می‌کنم تجدید چاپ شده و میتونید این کتاب رو در کتاب فروشی‌های ایرانی در هر جای دنیا تهیه بفرمایید و مطالعه کنید درباره تاریخ معاصر. خیلی بحث جالبی زمینه بحثی داریم الان با آقای دکتر علی میرفتروس. آقا همچه که خدمتتون گفتم این توران عجیب ما هم درش حضور داشتیم، در نتیجه با این جنب و جوش حیرت انگیز آشنا. فکر نکنید فقط این آدم های مدرن یا نوگراها بودن که فعال شدن، نه، پژوهشگران یا ادبای محافظه‌کار هم اون دوران خلاقیت فوق‌العاده، چه چهره‌هایی در دانشگاه ایران حضور داشتن، در مراکز تحقیقی، هر کدام در بخش جامعه شناسی نراقی بود، جمع کرده بود جمعی از برجسته‌ترین جامعه شناسان از سراسر جهان و در اونجا همه فعال شدن. رادیو تلویزیون همینجور شده بود، تبدیل شده بود مرکز تحقیق فوق‌العاده. خیلی از مخالفان حکومت در همه این نهادهای دولتی سرگرم کار بودن، استخدام شده بودن، حتی برخی از چهره‌های شناخته شده حزب توده حتی تو دربار هم بودن، یعنی در دربار هم فعال بودن، براشون حق حیات قائل شده بودن. دکتر میرفتروس عزیز ادامه میدیم. خواهش میکنم. شما الان اشاره کردین به جامعه شناسی و این مسائل در دانشگاه، همینجا بگم که دکتر غلام حسین صدیقی
پدر جامعه شناسی ایران، یار وفادار دکتر محمد مصدق، وزیر کشور دکتر محمد مصدق، رئیس دپارتمان جامعه شناسی شده بود در دانشگاه تهران و در واقع میشه گفت پدر جامعه شناسی ایران ایشون بودن هستن در اون دوره، دکتر غلام حسین صدیقی. میخوام بگم این داشتم از به اصطلاح خلیل ملکی به ملاقاتش با شاه داشتم صحبت میکردم، با توجه به پایگاه نظریه که خلیل ملکی در میان روشنفکران غیر توده‌ای داشت، ملاقات ملکی با شاه نوعی تفاهم رو، دوستی رو، آشتی رو بین روشنفکران و رژیم ایران، رژیم شاه به وجود آورده بود. به اصطلاح از این زمانه که تا سال 57 به تدریج بسیاری از شاعران و نویسندگان و مترجمان و عناصر چپ به تدریج در ارگانهای فرهنگی و هنری و خصوصا در رادیو تلویزیون ملی ایران و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جذب شدند در واقع و خدمات ارزشمندی هم کردند. یه نمونه درخشان رو من اینجا اشاره بکنم که باید نوعی ادای دین باشه این فرد فرهیخته به نام فیروز شیروانلو. فیروز شیروانلو از اعضای برجسته کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج کشور بود، آقای مهبودی عزیز، که در حادثه ترور شاه در کاخ مرمر دستگیر شده بود، زندانی شده بود، اما با آزادی زودرس از زندان ضمن ملاقات با شاه، ضمن ملاقات با فرح پهلوی و ترجمه و انتشار کتاب بسیار تئوریک و ارزشمند ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی، ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی اثر ارنست فیشر، و با همکاری و مشاوره با فرح پهلوی در تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، این مرد فضای فرهنگی مدرنی رو به وجود آورد که تأثیرات اون هنوز هم باقیه به نام کانون پرورش فکری کودکان. یه اشاره بفرمایید که ارنست فیشر همینانم یکی از سرچهره‌های سرشناس در قلمرو نظریه مارکسیسم، خیلی شهرت فوق‌العاده‌ای داره و از این رو انتشار کتابش اونم اون زمان در ایران خودش به نظرم خیلی معنا داشت. ببخشید. خیلی ممنون از این توضیح شما. خدمت عرض کنم که خیلی جالبه که کتابی مثل ماهی سیاهای کوچولو مال زندیات سمد بهرنگی توسط همین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد که بعدها منیفست مبارزه مسلحانه بجاج دوستان و رفقا شده بود. میخوام بگم که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کتاب خونه های سیار رو هم تدارک دیده بود اون زمان. چرا؟ برای اینکه مردم جنوب شهر تهران و جوان های دهات و روستاها هم بتونن با کتاب و کتاب خوندن به اصطلاح آشنا بشن. در همین دورانی که جنبش عظیمی از ترجمه آثار نویسندگان غربی و انتشار اونها در قطع کتاب های جیبی و خیلی ارزون قیمت به اصطلاح، به همت کی؟ به همت زندیات داروش و همایون، مؤسسه فرانکلین بود، مؤسسه کتاب های جیبی بود. این مسئله، این کتاب های، این قطع کتاب های جیبی ارزون قیمت با بهترین ترجمه ها از بزرگترین نویسندگان جهان، کتاب و کتاب خونی رو در واقع به میان اخشار مختلف جامعه برده بود، آقای مهبودی و بنگاه ترجمه و نشر کتاب آقای احسان یاشاطر. بله که استاد یاشاطر سرپرستش بودن مدتی و خیلی. بنابراین این مؤسسات فرهنگی آقای مهبودی عزیز
اونقدر متعدد و متنوع بودن که اصلا آدم نمیدونه که کدومشو بشمارم. نمونش استاد پرویز ناطل خانلری مؤثری وجود آورد تحت عنوان تاریخ ایران باستان یا ایرانشناسی نمیدونم چی، بسیار از این گسترده قوی و غنی، بسیاری از این نیروهای اهل فرهنگ و زبانهای خارج هم در اونجا حضور داشتن، کار میکردن و بیشتر کنم چپ بودن. به اصطلاح میخوام بگم در همین زمانی که به اصطلاح ما با حجمی از به اصطلاح آفرینش‌های هنری، شعری، تولیدات فرهنگی و سینمایی روبرو میشیم، به اصطلاح که نه تنها در اون دوره در رای کشور ما اصلا قابل مقایسه با دورانهای قبل نبوده، حتی در سراسر کشورهای خاورمیانه بی نظیر بوده. آقای مهبودی عزیز، در سراسر کشورهای خاورمیانه این همه حجم تولیدی، این همه آفرینش‌های هنری، ادبی، شعری، سینمایی بی نظیر بوده. در همین زمانی که احمد شاملو، فروغ فرخزاد، نادر نادرپور، مهدی اخوان ثالث میم امید، اسماعیل خویی، نمیدونم سهراب سپهری، فریدون مشیری، سیاوش کسرایی، خدمت عرض کنم که نصرت رحمانی، منوچهر آتشی، سپانلو، زندیاد، سیروس مشفقی، حسین منزوی با اون غزلهای رعنا و درخشانش، در واقع احمد رضا احمدی، علی باباچایی و دیگران، اینها در واقع به تعالی شعری میرسن در همین دوره. در عرصه نمایشنامه نویسی هم مثلا ما نویسنده برجسته‌ای مثل اکبر رادی رو داشتیم، دکتر غلام حسین سایدی رو داشتیم. در عرصه سینما و بازم نمایشنامه نویسی هم بهرام بیضایی رو داشتیم و سهراب شهید ثالث رو و عباس کیارستمی رو و دیگران رو، همه اینا مال همین دور است، همین 40 و 50 است به اصطلاح. در عرصه نقد ادبی و هنری مجلاتی مانند سخن به همت استاد دکتر پرویز خانلری که بعد تبدیل میشه به مکتب سخن در واقع، یا کتاب هفته به همت احمد شاملو و دیگران، جنگ جهان نو، نمیدونم فصلنامه آرش به زردبیری سیروس تاهباز، فردوسی، مجله فردوسی به همت عباس پهلوان و خودمون، مجله اندیشه و هنر جنگ اصفهان به همت احمد میرعلایی و هوشنگ گلشیری، مخصوصا جنگ هنر و ادبیات بازار رشت به همت محمد تقی صالح پور، جنگ جنوب به همت منوچهر آتشی و دوستاش، جنگ فرهنگی بنیاد فکر بکنم در شیراز منتشر می شد به همت بهروز سوری اسرافیل یا با همکاری شماها آقای مهبودی در اونجا منتشر می شد فکر بکنم، مجله لوح بوده، مجله بارو بوده به همت شاملو و رویایی و مجلات دیگه، نگین به همت آقای دکتر عنایت، نگین آفرین آفرین. میگم اینقدر این نشریات زیاده که آدم نمیتونه در ذهن داشته باشه. میگم همه این مجلات پایگاهی بودن برای مباحث ادبی و فرهنگی نویسندگان و شاعران ما. در همین زمانی که کتاب درخشان از سبا تا نیما اثر جاویدان در واقع یحیی آریان‌پور و بعد کتاب طلا در مس دکتر رضا براهنی و بعد کتاب صور اسباب در شعر امروز ایران مال دکتر نوری علای ما، صور اسباب در شعر امروز ایران، اینا این کتاب ها برای نخستین بار تطور شعر معاصر به تئوری های مربوط به شعر و تعریف از جوهر شعری و ساختار ذهنی و معنوی شعر رو اینا عرضه کردن. همه این نشریات
همه این کتاب ها تأثیرات ماندگاری در واقع بر ذهنیت ادبی و هنری جامعه ایران باقی گذاشتن. آقای مهبودی عزیز، بازم من نگران وقتم هستم. نکته ای رو که در اینجا شاید بشه باید اشاره بکنم، نقش زنان ماست در این تحولات فرهنگی. همطور که شما اشاره کردین، جامعه‌ای که زنانش غایب باشن، زنانش حق حیات نداشته باشن، زنانش آزاد نباشن، آزادی واقعیت نداره، تحول واقعیت نداره. به اعتقاد من، همطور که شما اشاره کردین، یکی از ویژگی های برجسته سالهای 40 تا 57 56 حضور زنان ما در عرصه های مختلف فرهنگی و هنری بوده. در واقع با حق رأی به زنان در سال 42 من فکر بکنم بوده، بله، با اون اصلاحات عرض اجتماعی شام، با دادن حق رأی به زنان نیمی از نیروی اجتماعی در ایران وارد عرصه های سیاسی و اجتماعی و هنری و فرهنگی شد. به خاطرم از آقای دکتر، وقتی که به خانم ها حق رأی داده شد، چندین بیانیه منتشر شد از هر سو، از جمله از سوی نهضت آزادی. به خاطرم هست که از این اقدام به عنوان گسترش فحشا یاد شده بود، که این مقدمه گسترش فحشا در میهن و مملکت ماست. ما متاسفانه جمهوری از برجسته‌ترین روشنفکران ما زیر چتر همین سازمان بودن، همین گروه بودن دیگه. این بله. یکی از بیانیه‌هایی بود که به نظرم باید هزار بار خوانده بشه همیاران تا بفهمن در اون مملکت چه عناصر مقاومی در برابر هر نوع پیشرفت و ترقی قد برافراشته بودن. هیچ کاری نمیشد کرد. حالا یه روحانیون جلو کار رو میگرفتن، اعتراض میکردن که کردن. اون زمان خیلی حملات سختی کردن به دربار و محمد رضا شاه پهلوی به خاطر همین اقدامش. دکتر میرفتوس عزیز، من فکر کنم این مبحث خیلی مهمی است. اگه اجازه بدید، چون وقت یک دقیقه بیشتر وقت نداریم، این مسئله زنان رو شما به طور مشروع بار آینده مطرح بفرمایید در عرصه های مختلف. کاملا حق با شماست. واقعا زنان هم در اون زمان یک حضور فوق‌العاده پیدا کردن. یادون باشه ما از پس دوران قجر برآمده بودیم، حالا رسیدیم به یه دوره‌ای که اصلا به نظر میشه از تمام خطوط قرمز این جامعه جهان سومی و خاورمیانه عبور کرده، میخواد به سرمنزل مقصود برسه. فکر میکنم آقای دکتر میرفتوس بهتر از هر کسی به عنوان یک پژوهشگر درجه یک بتونه در این زمینه به ما پاسخ بده. موافقی دکتر میرفتوس؟ بس همت میخواهم بود، حتما با کمال میل آقای میبودی عزیز. دکتر میرفتوس خیلی خستتون کردیم امروز. ها خواهش میکنم. خیلی ممنونم، خیلی لطف کردیم، مثل همیشه آموزنده. و در این حال چی بود؟ خیلی برای من خیلی چی بود؟ نوستالژیک پر از هم نوستالژیک بود، منو دوچار دلتنگی کرد و واقعا آدم قصه میخوره که چرا باید یک جامعه فعال و پویا که مثل آتش فشان کار میکرد این گونه این چنین سرنوشتی پیدا بود.